بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. تبریک عرض میکنم سال نو شمسی رو خدمتون و فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو. این هماهنگی و هم نواختی بهار طبیعت و بهار فطرت باعث میشه ما بهتر خیلی از مسائل رو درک بکنیم. اگر خونه تکونی داریم میکنیم، یاد بگیریم که بعضی موقع ها که خیلی وقتا واقعیتش اینه که روح ما هم آلوده میشه و نیاز به این خونه تکونی داره. خب ما جلسه 63 شرح جنود عقل و جهلیم، رسیده بودیم به این بخش که سکوت در مقابل زیادگویی، صمت و ضده حذر. حذر با دالزال به معنی زیادگویی، حرف اضافه زدن، بی خود حرف زدن. معادل فارسی که ما استفاده میکنیم، یعنی عرفیش میگیم وراجی، کسی که برنامه نداره برای خاتمه دادن به کلامش. خب در جلسه قبل ما نکات اصلی رو عرض کردیم. این جلسه نمیدونم حالا جلسه پایینیش بشه یا نه، پیش ببینیم چی میشه انشالله. امام در ادامه میفرمان که در خصوص سخنان لغو بیهوده و کلمات زشت ناشایسته نیز باید دانست که آنها بسیار مضر به حال روح است. این سخنان لغو و بیهوده اصلا فایده ای نداره. ببینید این مهمه، بعضی موقع قرار نیست شما مثلا دشنام بدید به کسی، غیبت کنید، مثلا فحش بدید، نه اصلا هیچ سودی هم نداره گفتنش. اصلا واقعا گفتن یا نگفتنش هیچ چیزی رو تغییر نمیده. میگیم بسیار برای حال روح مضره و نفس رو از صفا و صلاح و سلامت و وقار و طمأنینه و سکونت ساقط میکند و جلافت و کدورت، جلف میشی، کدر میشی و قساوت، قسی القلب میشی و غفلت و ادبار آورد. ادبار یعنی این که پشت میکنی به حقیقت، روی برمیگردی. همه اینا با یه حرف زدن بی خود. بله، من عرض کردم که حالا جلسات قبل خدمتتون عرض بشم، صحبت کردن شاید دم دستی ترین نوع شهوت است. بقیه اینها به این سادگی دم دست ما نیست، به این عنایت داشته باشید. خب یعنی این اینه که یه نفر بهش غذا نمیدن، یه نفر بهش آب نمیدن، یه نفر بهش اکسیژن نمیدن. این صحبت کردن معادل اکسیژن است، معادل تنفس ماست. ببینید یه نفر شاید مثلا چند روز غذا نخوره زنده مونه، آب نخوره زنده مونه، اما بدون اکسیژن به چند دقیقه نمیکشه. خب میخوام بگم چقدر نیاز ما داریم، چقدر باهاش دم خوریم. مثل میگه مثل هوایی تنفس میکنه طرف. دقیقاً صحبت کردن هم همین جوریه. اگر کسی بتونه اینو کنترل بکنه، همونقدر که اینجا عرض کردم به همین سادگی و راحتی و سهل الوصولی میتونه نفسو بکشه و این خیلی خیلی مهمه. و نکته مقابلش هم دقیقاً همینه، یعنی اینکه موجب همین کدورت و قساوت و ادبار قلب میشه و ذکر خدا را از نظر بیاندازد و حلاوت عبادت و ذکر الله را از ذائقه روح ببرد. یعنی این که ما خیلی وقت دیدید که مثلا ذکر میگیم مثلا هیچ حسی بهش نداریم، این مال صحبت زیاده، این مال اینه که زیاد حرف میزنیم و ایمان را ضعیف و ناچیز کند و دل را بمیراند و لغزش و خطا از آن زیاد شود و پشیمانی بسیار بار آورد. حالا این پشیمانیش توی روایت از امیرالمومنین هست، جلوتر براتون صحبت میکنم که خیلی نکات جالب و ارزنده‌ای داره. و کدورت بین دوستان و دشمنی بین مردم ایجاد کنند. واقعا همینه. شما من به عنوان یه مشاور، به عنوان کسی که سالها مردم رجوع میکنن، لطف دارن به ما، باور کنید وقتی نگاه میکنم تقریبا میتونم که حالا درصدی بخوام بگم قریب به واقع نزدیک شاید 90-95% این دعواها و جنجالها با یک حرف شروع شده. بعد به این سادگی هم فراموش نمیشه دیگه. خب اون حرف آورده، اصلا میگن اولین دروغو که میگی بعد 100 تا دروغ دیگه بگی که اونو ماله بکشی، اونو ماسمال کنی بره. میبینید دروغ میاره. یعنی حرف باطلی نیستش که به این سادگی تموم بشه. حرف باطل بر خودش، در عقبه خودش، تالی خودش اباطیلی داره. خب یعنی یکی دوتا نیستش. خب خدمت شما عرض بکنم که دشمنی‌هایی به وجود میاره که اینا سبب غیبت، تهمت، نزاع، جنگ، کشت و کشتار شده با یه حرف شروع شده و مردم را به انسان بدبین کند و او را از نظر آنان بیاندازد. هیچ چیز مثل حرف بی خود آدم بی آبرو نمی کنه. بی تا مرد سخن نگفته باشد، ای به هنرش نگفته باشد،
حرف که میزنید تمامه دیگه، بیچاره میشید، دیگه نمیتونی جمعش کنیم، یعنی حرف خودتون بود. و اطمینان و وثوق از او ساقط شود و او را از نظر مردم بی مقدار و بی وزن کند و اینها در صورتی است که بر کلام او مترتب نشود معصیت های گوناگون لسانی. این ها به کنار، فرض بر اینه که تازه شما گناه نکنی، غیبت نکنی، بیچاره ای، یعنی یه سررشته ای رو گرفتی، این معلوم نیست به کجا منتج بشه، اینو باید همینجوری دیگه ادامه بدی. و خیلی کم اتفاق میافتد که انسان که به لغو و باطل اشتغال پیدا کرد و زبان را تحت میزان صحیح در نیاورد از معاصی و گناهان محفوظ ماند و به همان لغو و بیهوده تا آخر به سر برد. از این جهت درباره سکوت و صمت سفارش بسیار شده است. ببینید ما عملاً اینه، چون صحبت وقتی آدم حرف میزنه هورمون پاداش میگیره، دوپامین میگیره، بعد شما معتاد به اون هورمون میشید. اصلا بعضی موقع ها بعضی از افراد نمیدونم دیدید یا نه، هیچ برنامه برای پایان دادن به صحبتاشون ندارن، از این شاخه به اون شاخه همش میپرن. بعضا ما توی خانم ها اینو بیشتر میبینیم، خب تو آقایون هم هستش، تو خانم ها بیشتره، به خاطر اینکه دوپامینی که اونو دریافت میکنن بیشتره، ظاهرا اینطور میگن. و عملا یک نوع از اعتیاده، یک اعتیاد دم دستیه خدمت شما هستم، تولید ملی دیگه، دست خودتون رو تو بدن خودتون تولید میکنید، هیچ نیازی به واردات و قاچاق اینجور چیزا هم نداره. خب یه معتاد خیلی احتمالا مثلا شاید بزلگو هم باشید. خب به این معنی نیستش که سمون بکمون اومیون بری یه گوشه بشینی مثل برج زهرمار، نه حرف بزنید اما به ضرورت. آقا میخوای لطیفه تعریف کنی، جوک بگی، بگو، شوخی میخوای بکنی، بکن، خیلی خوبه که آدم شاد باشه، فضایی رو شاد کنه، اما خب این نیت داره دیگه. قصد این با لودگی هر فرق داره، این که مثلا بیکار میشی طرف میگه خب فعلا چه ساکت شو، یه چیزی بگیم دیگه، دم دستی ترین اتفاقات دور برشون. بعضی دیگه همجوری صحبت میکنن، مثلا میگن آقا رفتیم سخنرانی، بعد مثلا طرف چه میدونه مثلا این لپتاپش از رو پاش افتاد مثلا زمین، بعد آها راستی گفتم لپتاپ، قیمت جدید لپتاپ دیدی چه؟ آره گرونش، اصلا لامصب گرونی معلوم نیست. دیدید همینجوری برنامه‌ای ندارن، همینجوری هزار شاخه و تو در تو میشه، همینجوری میره، اینا نابود میکنه آدم. یعنی شما وقتی شروع میکنید کلامتون رو باید برای انتهاش برنامه داشته باشید. ببین من چی رو میخوام بگم، خب گفتم دیگه. یا بعضی ها رو دقت کردید مثلا میخوان یه مطلبی رو بگن 10 تا مثال براش میزنن. خب یه دونه مثال زدی، دو تا مثال زدی، فهمیدیم دیگه خیلی بد. یعنی واقعا بازم مخاطب نیاز به مثال داره، باشه بگو. اما دیگه تموم شد، برای چی داری ادامه میدی؟ این دست خودش نیستش، اون اعتیاد داره به اون دوپامین. خب بعد دیگه به یه مرحله طرف میرسه که چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایت دیگه. خب یعنی هر چیزی رو میگه، نسبت به هر چیزی میخواد همون سرزب اتفاقات و پیرامون خودش همون لحظه یه چیزی بگه. خب این ما توی محیطای دیگه هم میگیم، صرفا فقط گفتن نیستش. امروز قدیما اینجوری نبوده که طرفتون توییت بزنه که شما مثلا انتظار داشته باشید توی روایت این شکلی بیاد، یا کتابت به این سادگی ها نبوده. یعنی عملا کسی نه به این سادگی قلم کاغذ دم دستش بوده بتونه نامه بنویسه. و امیرالمومنین توی نامه به کارگزارانش مینویسد که فاصله خطا رو کم کنید و نوک قلمتون رو ریز بگیرید که اسراف نشه. خب اینجوری دم دست انا طرف بیکار میشه، خب فلان اتفاق افتاد یه توییت بزنم. اینا بین همونه، اینا هم خاصیت داره. اینجا چه جوری شرطی میشه؟ شرطی توی ایمپرشن گرفتن، توی لایک گرفتن، همین کار توی اینستاگرام هم انجام میده. یعنی توجه به خودش میخره، انسان دوست داره افراد بقیه بهش متوجه بشن، توجه بهش بکنن. بعد دیگه میفته روی ژانری، میبینه که الان مثلا جامعه میطلبه که مثلا باید این کارو کنی، الان جامعه میطلبه باید به این آدم یه فوشی ما بدیم تا مثلا خوششون بیاد، جامعه میطلبه از این آدم باید دفاع کنیم تا خوش میشی. همون سلبریتی زدگی، همون چیزی که شما میبینید مثلا یه اتفاقی افتاده حتما باید اعلام موزه کنن، یه کاری انجام بدن و نابود میکنن خودشونو، آیندهش کاری خودشون، آینده حرفه‌ای خودشونو نابود میکنن. حرف میزنه یکی ازشون شکایت میکنه، هزار اتفاق میفته، هزار مشکل به وجود میاد، همه اینو به خاطر چیه؟ میگه که ای کاشون توییتو نمیزدم، ای کاشون حرفو نمیزدم، ای کاشون اینستاگرام چیزو نمیگفتم. یعنی امروز یه پدیده خیلی پیچیده تر شده، یعنی پرگویی و خب شما خیلی فعال باشی، اکتیو باشی. انگار فکر میکنه طرف بلاگره، فکر میکنه باجبه هر اتفاقا بارون اومده، مثلا فیلم بذاره از بارون اومدن تو خیابون، آقا الان بارون اومده. ببین مردم همه به خاطر ضرورت های جدیدی که وجود داره در جامعه، همه مردم الان رفتن تو شبکه‌های اجتماعی.
ببین شاید بگم یه فضایی رو خیلی به صورت جدی چیز به وجود آورد، خدمت شما عرض بکنم، کرونا به وجود آورد، همه رفتن سرشون تو شبکه‌های اجتماعی، اونها هم شرطی شدن، اونها معتاد شدن، اونها هم اعتیاد دارن پیدا کردن. ببین همونطور که خدمت شما عرض کردم صحبت کردن موجب گرفتن هورمون پاداش میشه. شما وقتی یه توییتی رو چک میکنید، وقتی اصلا همین اینستاگرام مثلا اسکرول میکنید، تایملاین رو نگاه میکنید، خب بالا پایین میکنید، اینا دیدید یه حس رفع خستگی بهتون میده؟ دید بعضی موقع مثلا خسته میشید میگم برم اینستاگرام باز کنم، همین همینجوری فقط نگاه میکنید، خب چهار تا لایک میکنید، چهار تا نظر میخونید، چهار تا چیز طنز میبینید، مثلا میخندید، چه میدونم چه، حالا اون ژانرهایی که شما علاقه دارید و رفتید اینا رو فالو کردید. این چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه شما مخدر هورمونی دریافت میکنید. خب حالا آروم آروم شما به این اعتیاد پیدا میکنید، یه روز به خود میاد میگم مثلا 3 4 ساعت روزانه وقت تو، 2 ساعت 3 ساعت، بعد اینا سرجم وقتی جمع بخوره، اون سخنرانی مدیر از زمانی بار دیگه گوش بکنید، جمع بخوره عدد خیلی بزرگی میشه، هیچی ازتون نمیمونه، یه عمری داری میری به چی تلف شد. ببین حالا اون 2 3 ساعت رو میتونستی بذاری چیزی یاد بگیری، آموزشی ببینی، مهارتی کسب بکنی، علمی بیاموزی، خیلی اتفاقات خوب میتونست بیفته. طبق روال امام تو این تو این بخش میرسه به روایات، یه سری روایات هم نقل میکنه. تو اینجا من ضمن روایات یه سری نکات رو گذاشته بودم، دیدم خیلی قشنگ معصوم اشاره فرمودن، اونجا خدمتتون عرض کنم. از امیرالمومنین در نهج البلاغه منقول نقل شده که میفرماد خیر نیست در سکوت از کلمات حکمت آمیز. میگه خیر نیست اگه سکوت بکنی در حالی که میتونی حرف حکمت آمیز بزنی. یعنی اندازه زاری حرف زدن. یه نصیحتی میتونی بکنی، میتونی، میگن مرحوم شریعتون زمانی که خدمت شما عرض بکنم معلمی میکرده، حالا من جایی نخوندم، یکی از دبیرای ما زمانی که دانش آموز بودیم برام تعریف میکرد، گفتش حالا به نقل ازش، گفتش که حالا به درس جغرافی رسیدن، به درس چی رسیده بودن، گفته بود حالا این موضوع جزیره و شبه جزیره و نمیدونم اینا بوده که چیان، گفته بود حالا وقتش نیست اینو رد شیم. رد که میشن مثلا 2 ماه 3 ماه بعد دیگه فصل بارون بوده، بارندگی که شکل میگیره، همین بچه‌ها رو برمی‌دارن میبرن توی حیات. بعد خب چاله چوله بود اون موقع، همین الانش هم همینجوری بعضی از مدرسه‌ها. بعد نگاه می‌کنم میگه اینو می‌بینید دور تا دورش آبه، این جزیره است، اینو می‌بینید از یه طرف راه داره، مثلا فلانه شبه جزیره است. خب ببینید منظور چیه؟ منظور اینه که بعضی موقع شما اون کلامو به وقتش که ادا بکنید، خب اثرش چند صد برابر میشه، اما وقتش نیست خراب میکنید. امیرالمومنین فرمان که وقتی یه چیزی وقتش نرسیده اونو میگید، هم حرفو خراب میکنید هم خودتونو، خودتونو که خراب کردید، اهمیت بهش نمیدن، توجه نمیکنن، همون حرفه خراب میشه، کسی دیگه هم نمیتونه بزنه. خب شما اگه دقت بفرمایید، مثلا این یه عده‌ای به خاطر واقعا بی سوادی تو حوزه رسانه ها، این عمد نیست انشالله، مثلا رهبری نکاتی رو میگن، اصلا انگار استاد خراب کردن اینان، فقط بلدن چهار تا بنر بزنن این طرف اون طرف، شور یه چیزی رو در بیارن، در حالی که در واقعیت هم مثلا اون مسئله باید پیگیری بشه. خب این اتفاق نمیفته. مثلا یه بحثی مثل جهاد طبیعی، یا آقا اینو جهاد ببینید، عین شمشیر زدن ببینید برای مردم صحبت کنه. شما چجوری یه جای دشمن میبینید که توی جنگ میگید آه این اناولش کنم میره یه نفر میکشه، یه نفر میاد داره شبهه افکنی میکنه، بعد جلش همونجا ایستاد، بعد پاسخشو داد فلان. این میگه همینجوری مجاهدانه خدمت شما عرض بکنم با ایشون برید بجنگید. بجنگید که یعنی برید توجیه کنید دیگه، اینجا خب لوازم این نوع از مبارزه فرق میکنه. میبینید مثلا این همین جهاد تبیین یه بحثای مطرح شد، بردن تو مجلس براش بودجه بزنن، آب رئیسیت ملت رو برداشتن بردن، بعد تشی شد. میگه آیا کنشگری در حوزه توجیه مردم پاسخ به شبهات در همون ایامی که ایشون مثلا اشاره کردن به جهاد تبیین تغییری کرد؟ میگه تو جامعه تغییری نکرده، از قضا برعکس هم شده. ما خیلی از عزیزان دیدیم تو همین ایام مثلا انتخابات سکوت مطلق بودن. خب شاید مثلا برداشتشون بوده که حالا به له یا علیه اشکال نداره، بیاید مبانی رو بگید، مثلا ایشون مشارکت خواستن از مثلا کسی که اثر دارن، بیاید مردم دعوت به مشارکت کنن. اینکه یه دونه پیج بذاری، یه دونه پیام بذاری که آقا بله میریم رأی میدیم، ناراحتی ما میریم رأی میدیم، همین چه جور جهادیه؟ یعنی پشت جبهه یه تیر هوایی زدی، بعد فکر می‌کنی مثلا تو مجاهدت رفتی شرکت کردی؟ نه، دلیل بیار، استدلال بیار. خیلی‌ها فعال بودن، خیلی‌ها هم نبودن. درست شد. این اینکه وقت داره.
اثر داره. این که ما نه یه چیزی رو از محتوا توهی بکنیم. گفت طرف کچل بود اسمش بودن زلفلید. خب حکایت این نباید باشه که یه چیزی بگی این اسم و مسما با هم جور نباشه، اینا خطرناک. پس حرف اگر به وقتش زده نشه نابود کردی خودتو، اون به جهنم بفرست، حرفرم خراب کردی، کسی دیگه نمیشنم. الان دیگه باید میگیم جهاد تبیین، میگن بابا ولم کن باز دوباره میخوان چیکار کنن. آه تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، 15 سالها داره اقتصادی اعلام میشه. مردم میگه ما اثرش رو ببینیم در عمل. این که این حرف باید به عمل کشونده بشه، این خیلی مهمه. یعنی اگر یک حرفی شما زدی و در عمل اون رو با عمل آوردی مقارن کردی، اثرش 100 چندان میشه. کونو دعات الناس به غیر السنت کن. میفرماد بعضی موقع ها اصلا حرف نزن، در عمل انجام بده. یا حرفی رو که زدی بگو دروغ بده، دروغ هم نگو. بگو بخشیدن خوبه، بعد یه روزی خدا سرت میاره لازم میشه به همون کسی که نصیحتش کردی جلو چشت تو بعد یکی رو ببخشی، ببینی میبخشی یا حرف مفت زده بودی. دقت کردید؟ چنانچه خیر نیست در سخنان از روی جهالت. یه همه رو حرف جهالت بزن بهتر حرف نزنی. پس اون چی خیر نیست در سکوت از کلمات حکمت آمیز میشه وقتی حرف حساب زد حرف نزنی، و یه وقتی هم بخوای از سر جهالت حرف بزنی بیا حرف بزنی در اینا خیری نیست، باید بگذاری بذاری، بگذاری و بگذاری. پیامبر میفرمان وصیت پیامبر، ای ابو ذر گفتار خوب بهتر است از سکوت، حرف خوب بهتر از سکوت، و سکوت بهتر از گفتار شر. ای ابو ذر واگذار کلام زیادی را و بس از تو را از سخن آنچه تو را به حاجتت برساند. میگه همین که حاجتت رو برطرف بشه بس، تکرار لازم نیست. وظیفه ابلاغ پیامه، به بلوغ برسونی، برسونیش تموم کنی. برای ارضای شهوت نباید صحبت بکنی، حرف بزنی گفتم فهمیدی مثلا اونو بردارم اونجا باش، ببین با تو بودم اونو برداری، ببین اگه بذاری اونجا اینجوری میشه فلان. دید خسته میکنه خیلی از زن و شوهرها که دعواشون میشه به خاطر حرف زیادیه، اسمش میشه قرقر، تکرار. میگه دیر اومدی، میگه فلان اتفاق افتاد، تو همیشه دیر میای، چرا دیر میای؟ ببینید همینجوری ادامه آخر یونم قاطی میکنه، یه فوش میده، یه حرفی یه دادی، بعد میگه تو این کردی، این باز قهر فلان. از چی شروع شد؟ از یه حرف اضافه. حالا اینکه این سازوکار قرقرچیه رو حالا یه روز یادم بندازید شما بچه‌ها، من بگم چرا خانم از این سازوکار از این سلاح استفاده میکنن در مورد مردا و مردم چرا انقدر آسیب پذیرن. حالا یه سازوکار طبیعیه ها، اینا بعدم براتون صحبت کنم، بعدم نیست حالا تو این بحثای صحبت کردن توضیح داده بشه، من تا یه خورده جلوتر. تو عصر حاضر این خیلی خیلی خطرناکه، چون ما دیگه نمیتونیم جمعش بکنیم. این قبلا یه گوشه مثلا گوشه مسجد میرفتی حرفی میزدی، فکر کنم 500 سال پیشه، 2000 مثلا 1000 سال پیشه یه حرفی میزدی اتفاق نمیفتد. اما الان شما همین الان دارم یه صحبتی میکنم، خب این دیگه پخش میشه، من میتونه جلو آثارشو بگیری. و واقعا من خیلی وقتا شاید باورتون نشه مثلا تعداد بعضا توییتایی که تو رفتم ذخیره دارم خیلی بیشتر از توییتایی که زده باشم. چرا؟ به خاطر اینکه تموم میکنم فکر میکنم بعد میگم که پلش کن، الان ممکن این برداشت بشه. بالاخره آثار مثبت هم داره ها، یه موقع اسمش آثار سوش مثلا 90-10، یه موقع اسمش 80-20. خب بعد شما همراه کلامت نیستی باش توضیح بدی، این موجب برداشت غلط میشه، این همین جوری ادامه پیدا میکنه. بعد چجوری میخوای بری حلالیت به طلبی؟ چجوری میای یه قضاوتی میکنی در یا یه بعضی موقعی نکته از خیلی بدتره دوستا، اینا رو دقت رو من راجبه آخر عاقبتی دارم صحبت میکنم. خب وحشتناک اینا، آدم تنش میلرزه. یه نفر یه حرفی زده میگه اون روایت اول، یه اتفاق افتاده روایت اول، طرف میاد به اون حرف یه رنگ و لعابی میده، خب باعث میشه بقیه هم شروع کنن تو همون فضا و بستر و کانتکس اونو تحلیل کردن، دیگه همه اون حرف اون شکلی میبینن.
یعنی دستگاه محاسباتی مردم رو تغییر میده. خب مثلا یکم برنامه تلویزیونی من دیدم یکی از مدده‌های لطیفه تعریف کرد، حالا یه اتفاقی مثلا توی ایعت افتاده بوده، بعد یه نفر اومد اعلام کرد که مثلا این توهین به یکی از معصومینه، در حالی که شما، من خودم همونو دیده بودم، کلیپشو دیده بودم، برنامه کامل ندیده بودم، کلیپشو دیدم، وقتی اون مسئله رو تعریف کرد مثلا من خودم خندم گرفت. خب اما وقتی توی اون فضا و اون توییتی دیدم از یک نفر که اومده آی ببین چی شده این به اهل بیت توهین کرده، نمیدونم چه و چه و چه، یه نگاه کردم دیدم مثلا توی فضای دیگه‌ای داره تحلیل میکنه و دیدم کلی مثلا زیر همون توییت اومده بودن توهین کرده بودن. حالا مثلا اونم چه مدعی، مثلا مدعی که خب بینی بین الله ما تو این مثلا ایامی که مثلا ایشون مشغول فعالیت و مثلا ما چیزی ازش میشنویم، از این آثاری ازش ندیدیم. یه نفر مثلا میفرمایید دائم از این حرفا میزنه کارشه، یه نه مثلا یک مرد شما بعد اون رو تو اون فضا تحلیل بکنید، بعد اینو که به این اتچ میکنی میچسبونی دیگه چجوری میخوای جوابشو بدی؟ تمام اون فحشایی که اونجا خورده اون با دنیا جواب بدی، اگه به ناحق باشه، یه موقع است به حق نوش جونش، باید اون دنیا جواب بدی. پس ببینید یکی از خود حرفه، یکی این حرف قرینه یه عمل میشه، یکی دیگه این حرف قرینه یک تحلیل میشه، قرینه یک حرف دیگه میشه که اون حرفه میاد. اینا خیلی خطرناکه. بعد عرض کردم تو عصر حاضر این خطرش 200 چندان. چرا؟ چون شما دیگه همراه حرفت نیستی، قدرت انتشار و وسعت انتشار قابل مقایسه نیست. یه لحظه میبینی یه حرفی زدی صبح بلند میشی میبینی او کل جهانو گرفته، یه حرفی یه نفر زدی حرف غلطی، حالا بیانو جمعش کن. مگه به این سادگیه؟ براتون گفتم یه نفر پشت سر کسی تهمتی زده بود، بعد فهمید اشتباه کرد، رفت حلالیت به طلب، گفت من حلال میکنم به شرطی که یه مرغ بخری اونو ذبح کنی، فکر مثلا بعد بیم مثلا ولیمه بده به کسی، اونو پراشو بکنی تو کوچه پخش کنی و باش میره انجام. رفت انجام بده، اومد گفت آقا این کارا رو انجام دادم، مرغ رو مار گفت بعد بزن تو کوچه، گفت بعد بریز تو کوچه پراش. بعد فرداش اومد گفتش که برد انجام دادی؟ گفت بله. گفت مرغ مال خودت، برو پرار جمع کن. این را با چهار تا دونه پر برگشت توی کوچه و پس کوچه، باد زده بود، مردم برش حرکت صورت گرفته بود و چه بود. بعد گفت حالا میتونی همشو جمع بکنی؟ یعنی خیلی باید مراقب باشیم. حالا نکتهش چیه؟ این کسی میتونه مراقبت بکنه که کلن عادت به زیاده گویی نداره. کسی که حرفش زیاد میشه خطاش زیاد میشه، این خیلی واضحه. خطاش میره، میگه املای نانوشته غلط نداره، هر چیز بیشتر بنویسی بیشتر غلطه، بیشتری داری دیگه احتمال غلطه. اینم همینجوری. خب چرا وقتی آخرت من گیر میفته، فکر کن اون دنیا گیر مثلا 2000 نفر آدم افتادی به خاطر یه جمله، خیلی خطرناک. مثلا کار ما خیلی سخته، خیلی خیلی سخته. یک جمله میگیم، یه حرفی بگیم، مثلا ببینیم یه صنفی بهشون برمیخوره، یه گروه بهشون برمیخوره، یه قومیتی بهشون برمیخوره، یه مذهبی بهشون برمیخوره. بعد اینا از یه طرف نمیتونی حرف نزنی، خب بعد یه تحلیلی به مردم بده، جهاد طبیعی نه همین. اینی که میگه آقا میخوای بری جهاد بکنی، داری میجنگی، باید مراقب باشی خودی رو نکشی، باید مراقب باشی این اخلاق نبرد و جنگ رو باید رعایت بکنی، این نه همینه. ای ابازر، کفایت میکند در دروغگویی مرد این که هر چه شنید نقل کند. میگه اصلا همین که هر چی شنیدی گفتی تو دروغگویی. میگه فلانی دروغگو، میگه آره، میگه چرا، میگه هر چی شنید نقل میکنه. خیلی عجیبه این حرف. ای ابازر، همانا هیچ چیز بیشتر از زبان استحقاق زندانی شدن طولانی را ندارد. هیچ چیز، این خیلی مهمه، به اندازه زبان مستحق نیست که تو حبس باشه. ای ابازر، خداوند نزد زبان هر گوینده است، نزد زبان هر گوینده است، پس از خدا باید بترسد انسان و باید بداند چه میگوید. امام علی علیه السلام میفرماد من کثر کلامه کثر خطاؤه، هر کی زیاد حرف بزنه خطاش هم بیشتر بشه، و کسی که خطاش بیشتر بشه قل حیاؤه، حیاش کم میشه. این خیلی عبارت جالبه. آدم بی حیا یعنی چی؟ مثلا من اینو یه نکته توضیح بدم. آدم بی حیا یعنی کسی که حریم تو رفتار و گفتار و کنشگریاش نداره، ممکن هر چیز ازش سر بزنه. خب حرمت شکنی میکنه، مرزها رو جابجا میکنه، وقاحت داره، وقیه، بی حیاست. خب
این نتیجه چیه؟ نتیجه یک نوع از سازوکار مغزیه. ببینید اینکه چجوری شما فکر میکنی همون جوری عمل میکنی درسته. یکی از رزمنده های زمان جنگ بر ما تعریف میکرد، میگفت این اوایل جنگ بود، حالا اسمی برم ازشون، او اوایل جنگ بود، اوایل انقلاب بعدش هم جنگی که دو سال بعدش بله اوایل جنگ بود، میگفت ما رو میبردن ارتش زمان شاه یه باشگاهی داشت برای راگبی، ما رو میبردن اونجا. بعد خدمت شما عرض بکنم که میگه پرسیدی، میگفت موقع ارتشا به ما آموزش میدادن، این ارتشی نبود، اینا پاسدار بودن. میگه پرسیدم که چرا ما رو میارید اینجا راگبی بازی کنی، الان وسط ما باید بریم بجنگیم. گفت این ورزش، دقت کنید، این ورزش شماها رو جسور میکنه، شماها رو نترس میکنه. ببینید چقدر مهمه. مثلا بچه تو چه ورزش بفرستی؟ این خیلی مهمه. بعضی از ورزش ها هست شما رو صبور میکنه، مثلا کوهنوردی. بعضی از ورزش ها هست اصلا موجب شتاب زدگی و عجله شما میشه. این بازی های کامپیوتری که طرف داره انجام میده خیلی هاش زود بازده باید باشه. و این تو زندگی دیگه برنامه‌ریزی برای کار بلند مدت نمی‌کنه. ببینید تربیت طرف چی شد. حالا کسی که عادت کرده سری واکنششون بده. چرا؟ اولین واکنش چیه؟ حرف. قرآن که یه مرحله قبل اینو میگیره، میفهمه ان کثیر من الظن اثم، بسیاری از ظن و گمان باطل گناهه. اینا داشته باشید، میگه اصلا به فکرت نیاد، خیلی اینو باید همون اول جلوشو بگیرید. ببینید حرف از یه جایی صادر میشه دیگه، یه چیزی تو مغز میگذره صادر میشه. میگه از همون اول سرمنشأ خوش کنیدش، اما فکر کردن برونداد نداره. اونجا که اولین بار همه متوجه میشن اتفاق افتاده چیه؟ حرف زدنه. یعنی حرف زد گیر افتاد. این عادت کرده هر حرفی بزنه، بعد از یه مدت این حرفای عادی تموم میشه، مجبور میشه بره روی خطوط قرمز حرف بزنه. خطوط قرمز اعتقادی، خطوط قرمز عرفی، خطوط قرمزی که حرمت داره. جوکاشو تعریف کرده، دیگه چیزی نمونده، میبره بر بابای جوک تعریف کنی. میبینید چه اتفاق افتاد؟ برای اینکه این دیگه عادی شده دیگه، میخواد این از عادی بودن خارج بشه. آروم آروم اینو میکشونه میاره به این سمت، به سمتی که دیگه این حرمت ها شکسته میشه. خیلی از ماها مثلا با خودم میگیم که چی شد من این حرف رو هیچ وقت به این سادگی ها نمیزدم، چی شد زدم این الفاظ رو به کار نمیبردم، چی شد به کار بردم، از کی به بعد این اتفاق افتاد. میبینید آرام آرام شروع شده، یه شوخی شروع شده، یه جوکی تعریف کرده، عادی شده، اونا رو زیاد گفته، تبدیل شده به آدم بد دهن. حرفایی رو که یه روزی از یه کسی دیگه میشنید شروع میکرد در موردش قضاوت کردن، میگه ببین اینا چه آدم بددهنی ان، چقدر بی‌تربیت. امروز راحت خودش میگه چی شده آرام آرام. والله به خدا به این سادگی نیست ترک شما فکر بکنید مثلا بعدش مثلا تصمیم میگیرم میذارم که نه، از معتادی الان یادت میره. بعضی دیگه عادت دارن زخم بکنن، این اعتیاد پیدا کرده به این کار، اصلا نه که خودآگاهش باشه، ناخودآگاه این کار انجام میده، شروع میکنه زخمش کندن. مثل کسی که تیک داره اصلا ناخودآگاه میره اون کار انجام بده، هورمون پاداش میگیره. وقتی حرف زدن ما شد تبدیل شد به یه کار عادی، مثل نفس کشیدن، مثل ضربان قلب، یعنی غیر ارادی، اینجا خطات زیاد میشه. کسی هم که کثر خطاؤه قل حیاؤه، دیگه بی حیا میشی. وقتی بی حیا شدی قل ورعه، دیگه ورع نداری. اصلا این شاهکار خدا شادی، یه نفر روانشناسی خونده باشه، خب 4 تا کتاب خونده باشه در روانشناسی، اینا شاهکار، اینا رو باید با طلا نوشت. چقدر دقیق اینها، یعنی این سازوکاری که تو مغز شما چه اتفاقی میفته، عادت میکنید قل ورعه، بازدارندگی از بین میره. اصلا اینکه بازدارندگی نداره، هورمون بیشتر میگیری، جذاب میشی، برای خودت جذاب، برای بقیه مردم عجیبه، یه نفر کار عجیبی کرد. همین الان یه نفر مثلا میریم تو شبکه‌های اجتماعی، مثلا ببخشید یه نفر برهنه اومد تو خیابون، دیوونه بوده مثلا، شیشه کشیده، منم چی بوده، کوکیری باش پخش میشه. خب آقا 8 میلیارد جمعیت رو کره زمین همشون لختن همین شکلی ان دیگه، برای چی؟ برای اینکه این کار عجیبه. درست شد؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ این عجیب بودنه رو اون آدم میپسنده.
شروع میکنه این کارهای عجیب تر انجام دادم و من قل و رعو ما تقلبه دیگه قلبت میمیره، قلبت میمیره یعنی فطرتت میمیره، فطرتت میمیره یعنی روحت میمیره، روحت میمیره یعنی آخرت میمیره، آخرت میمیره و من ما تقلبه دخل النار. یه دقیقه نگاه کنید از حرف اضافه زدن به کجا کشید؟ از کسر کلامه کشید دخل النار. پس این مقابله با نفس از اولین جاهایی که صورت میگیره، اول فکر بعد سخن. یعنی اصلا به ذهنتون نیارید، خوشبین باشید، ساده لوح نباشید. ببین مثلا شما اصل رو برای میذارید، خب این آدم دوز نیست، خب اصل رو برای میذارم دوز نیست، حالا اگه دوز بود چی؟ درسته؟ حالا اگه دوز بود چی؟ آقا ما چند روز پیش تصادف کردیم، تصادف ساده ای، خیلی چیزم نبود. بعد خدمت شما عرض بشم که من ماسکم رو زدم آقا پیادشن، چون بچه هم تو ماشین بودن، ماسکم زدم سرزر به من شناخ، یعنی اصلا تعجب کردم اینقدر هوش تصویری بالایی داشت طرف، سرزر به من شناخت و گفت بریم کنار. یعنی من اصل رو برای این گذاشتم که خب برداشت من که ایشون مقصر بود، یعنی اون چیزی از قوان روانم رندگی میفهمیم ما اینو برداشت، چون برداشت خوشون هم همین بود دیگه، گفت آقا بریم کنار اینجا راه برندور. من درست، خب حالا اصل رو برای میذارم که چی؟ ایشون میخواد حق منو بده، نیستش که بگیم خدای نکره بزنی بدن دبه کنه و بگه این نبوده و فلان. اما خب قبل این که برم از اون صحنه عکس و فیلمم گرفتم، خب رفتم که چه اتفاقی هم نیفتاد، نه کارت دادیم به هم، نه کارت از هم گرفتیم، یه شما رد و بدل کردیم، خوش اومدی برادر. درست رو چی میگم؟ ببینید این یه موقع از فضا بدبینیه، نگاه کنید تو اون لای تمام بدبینی آد به یه نفری هم اعتماد میکنی، یه موقع از فضا رو اعتماده. مواردی هم باید هوشمندی داری، نگه میگه بدبینی این دیگه اسمش درسته، بدبینی درست داری، خب اینا با هم فرق میکنه، این اتفاق باید بیفته. باز امیر المومنین میفرماد اذا تم العقل نقص الکلام، عقل که کامل بشه کلام کم میشه، چون آدم به عواقبش فکر میکنه، به عوارضش فکر میکنه، تجربه کرده تو زندگی، میگه ده بار من تا حالا کتک خوردم چی شده؟ این حرفو زدم، حرفای این شکلی زدم، احتمال کتک خوردن زیاده، این حرفا رو نمیزن. یه بچه اینو میفهمه، یه کار زشتی انجام میده میبینه تنبیه میشه، آروم آروم کار زشته میذاره کنار، اسمش شده تربیت شدن. تنبیه حالا الزام نیست مثلا کتک بخوره، همین که مورد توجه قرار بگیره، شماتت قرار بگیره، نپسندن، طرد بشه، بیمهری ببینه، بیتوجهی ببینه، تشویق نشه. روی مهارت های صحبت جدا باید حرف زد، این که حالا حرف خوبم باید خوب زد. بعضی موقع اینه که مثلا شما بهترین غذا رو بیار پرت کنید صرف جلوی نفر، بری مثلا براش چه میدونم بهترین غذا رو بگیری، حالا ما رمزون هم هست، یا مثلا دلتون آبی افتاد، نمیدونم چه شرطه، شما بعد افطار اینا رو میبینید، خب مثلا بری بهترین غذا رو بیاریم چی پرت کن رو زمین، حالا اسم غذا رو نبریم ولش کن. یه موقع مثلا ما دو تا تخم مرغ بر طرف نیمرو کردی میذاری توی یه ظرف قشنگی و با احترام میاری میذاری جلوش، خب حالت درست چی؟ اون غذا خوبه رو با خوب ارائه بدی. بعد به چون موضوع کم صحبتی است، من نمیخوام وارد مهارت های صحبت، بحث دیگه است، باید به زبان به علاقت رو عقول هم باشه، اندازه عقلشون باشه. من کان لهو صبیون فلیتصاب، اگه کسی بچه داره بعد یعنی بچه حرف بزنه، بعد براش همون پورنگ بشی، بالا پایین بپری، حرف بزنی، الفاظی استفاده بکنی. بعضی از این کتابایی که بر کودکان نوشته میشه قشنگ معلومه کسی این کتابو نوشته هیچی از ادبیات کودک نمیفهمه، کلماتی استفاده کرده، از کجا میفهمی؟ بچه وقت کتاب قصه براش میخونی پدرتو در میاره، نمیفهمه چی میگه، میگه یعنی چی، این یعنی چی، این یعنی چی، این یعنی چی، تو کلمات عربی سنگینه مثلا توی کتابی مثلا بر بچه مثلا 6 7 ساله، خب معلوم متوجه نمیشه. اما حضرت امیرالمومنین فرمود این سنت الهیه، من حفظ لسانه ستر الله عورته. این خیلی عجیبه، زبان حیوان درنده است، اگر شما حفظ کردین و
خدا عیباتو میپوشونه، خدا این کارو میکنه، ستر الله. اصلا یک سنت گونه ببینید، این که در عمل این اتفاق میفته چون کمتر حرف میزنه خطای کمتری میکنه، اما خدا راه میاد با این همچی کسی کمکش میکنه. از امام سجاد علیه السلام سوال شد که از کلام و سکوت کدومی که افضله؟ حضرت فرمود برای هر یک از آنها آفاتی است، هر کدوم یه آفتی داره. وقتی سالم باشند از آفات، کلام افضل است. مثلا انسان علم و نصیحت و خیرخواهی و همین دم دست ترین کار. ببین نصیحت یعنی خیرخواهی، جالبه ما تو فارسی نصیحت یعنی حرف زدن میدونیم. یعنی چی؟ یعنی دم دستی ترین خیرخواهی، حرف درست زدن به کسی. کن چیزم نمیدونه، پولم نباید بدی، خیلی راحت مفتم است. ببین الان شما نشستید حالا اینترنتی دارید میسوزونید دیگه، ما که چیزی ازتون نمیگیریم، ما حرف میزنم شما گوش میکنید. خب کلام افضل است از سکوت. گفته شد چگونه چون این است؟ فرمود همانا خدای عزوجل نفرستاد انبیا و اوصیا را به سکوت، بلکه مبعوث کرد آنها را به کلام، و استحقاق بهشت حاصل نشود به سکوت، و ولایت الله مستوجب نشود به سکوت، و از آتش محفوظی حاصل نشود به سکوت، و اجتناب از سخط خدا حاصل نشود به سکوت. تمام اینها با کلام حاصل می شود. پس حرف زدن خوبه، بعد بگیم چی بگیم، این مهمه. مؤمن یه کلام بهتون بگم، یا با خدا حرف می زنی یا برای خدا حرف می زنی، تمام. جز این هرچی بود بدون خطاست. آقا یعنی هیچی، نه چه اشکالی داره مثلا یه نفر میره یه گوشه دلش گرفته میری باش حرف بزنی، ثواب داره، برای خداست. آقا اصلا جوک تعریف میکنی ملت حال میکنن، خب دلشونو شاد میکنی، چه اشکالی داره، ثواب داره. دلغک نیستی، اینو بفهم. اندازه را اندازه نگهدار که اندازه نکوست. پیامبر میفرمان که زیاد سخن نگوید به غیر ذکر خدا، زیرا که کلام به غیر ذکر خدا قساوت قلب می آورد. همانا دورترین مردم از خدا قلب آن است که قلب با قساوت دارد. پس چی شد؟ پس حرف زدن خوبه، کلام فرمود، امام سجاد فرمود که مثلا به سطح انبیا با حرف زدن بوده، با کلام بوده، اما چه کلامی، چی بگیم؟ یا با خدا باید حرف بزنی یا برای خدا. یعنی برای خدا یعنی چی؟ یعنی وقتی ما حرف بزنیم، یعنی من گفتنش مثلا اینکه تهمت میتونه ممکن ازش برداشت بشه، ممکنه غیبت بشه، ولش کن نگم، این برای خداست، سکوتت برای خداست. یعنی حرف بزنم، خب بالا اومدن دارن تحقیق میکنن در مورد یه ازدواجی، من هیچی نگم، غیبته. خب اینجا میدونی دوست نداری بگی، اما خب اگه نگی مردم بدبخت کردی که، واقعیت رو باید بگی، درست شد. یه آدم فاسقیه، بعد میبینی داره دور بر یه نفر میچرخه، بعد هشدار بدی، بعد از اون آدم صیانت کنی، بری صداش کنی بگی آقا مراقب این آدم باش، خب مراقبت کن، همچه اتفاقاتی افتاده ها، این خطر داره. یعنی مؤمنی رو حفظ کنی، ایمانش رو حفظ کنی، زندگیش رو حفظ کنی، حرزش رو حفظ کنی، ناموسش رو حفظ کنی، که خوبه که، این اشکالی نداره. زیاده گویی استحکام کلام از بین میبره، خوب دقت کنید، و در جان مستقر نمیشه. ببین یه کسی بچه ها رو دیدید مثلا شروع میکنن خونه سازی کردن، خوب دقت کنید، هیچ کس نمیگه اینا خونه ساختن، میدارن بازی میکنن. هیچ کسی یه معماری که داره خونه میسازه رو نمیگه داره بازی میکنه، میداره خونه میسازه. این همین مسئله است. اینی که نفر شغلش حرفش میشه، حرفه‌ای این کار انجام میده. بعضی ها هر از چنگای میرن فوتسال مثلا ماهی یه بار با رفقا جمع میشن، سالن کرایه میکنن، پا میشن میرن. اینا هیچ کدوم فوتبالیست نیستن، فوتسالیست نیستن، اون فوتبالیسته. اینجا مسئله همینه، کلام زیاد تو رو از اون خارج میکنه. استحکام یعنی اون محتوا به جان خودت نمیشینه، به جان مردم هم نمیشینه ها. خوب دقت بفهم، مثلا شما، من شما چند بار در روز دقت کردیم مثلا الله اکبر میگیم، نماز بخونیم یا الله اکبر، بین مثلا سجده ها میگیم الله اکبر، بعد از آن بگیم اقامه بگیم برای نمازمون، بعد نماز الله اکبر الله اکبر الله اکبر 34 بار مثلا تسبیح از زهر سلام الله علیه و آله، نگاه کنید خیلی الله اکبر در روز. پس چرا خدا بزرگ نیست تو زندگیمون؟
کامل به جانمون نشسته. یه الله اکبر کافیه که آدم یه لحظه با دقت یه قدر عنایت داشته باشید. میگه که آفریننده من کیه؟ خدا. عاقبت هم سمتی که انا لله و انا الیه راجعون، بازم خدا. هممون اینو قبول داریم. برگ بی اذن خدا از درخت نمیفته، همه چی تحت نظر خداست. حتی اون کسی که میخواد به من حمله بکنه، قلب او، ذهن او، عضلات او، دار و ندار، اونم دست خداست. همه چی دست خداست. درست شد؟ بعد داری میگه الله اکبر. الله خدا بزرگتر است؟ نه، خدا بزرگترین است. الله اکبر من کل شی، الله اکبر من ان یوسف، بزرگتر از اونی که اصلا وصف بشه. من چی میتونم بگم در مورد بزرگیم؟ کلامم درست نیست. خب بعد حالا فکر کن نماز که داری میخونی، میگه الله اکبر، دیگه سر نماز یاد قیچی که گم کردی و نمیدونم چی که پیدا کردی، هیچ کدوم. یه الله اکبر کافیه که برای جا بیفته. بابا من اصلا لزومی نداره دیگه چاپلوسی این آدم بکنم، لزومی نداره برای نجات خودم این دروغو بگم، لزومی نداره برای اینکه جگرم خنک بشه فلان این غیبت رو بکنم. برای اینا بچه بازیه، برای اینکه در مقابل اینها افعالیست، افکاریست که در مقابل بزرگترین قرار گرفته. اصلا پشی زشته. بچه بازی رو بذار کنار، میبینی بزرگ که میشی میگه وقتی میگه الله اکبر بزرگی خدا رو حس میکنی. همین یه ذکر نمیخوام مثلا صد بارم بگه، طرف هم بگه الله اکبر، کافی که اصلا شادی بیاد تو قلبش، دلش شاد بشه از همه اتفاق. بگه فلان اتفاق افتاده، مثلا طلاق گرفتم، طلاق دادم. باش، مگه اون خدا بالا سر نبود؟ مگه جز این من اعتقاد ندارم که هرچه از او میرسد جز خیر نیست؟ مگه این نیست؟ خدا عذاب و عقابش هم خیره، عذاب و عقابش هم برکته بر رشد خودم. پس این گفتم مثل که واکسنی که پدر مادر میرن بچه رو میزن، یه دو روزی هم تب میکنه، اما میدونه خیرشو میخوان. دستشو تو خیابون میگیرن شاید اذیت میشه، میگه خیرمو میخوان، مگه نمیرم زیر ماشین؟ غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقی و باده بده شادی آن که این غم از اوست. خیلی از اتفاقات والله با زبان روزه خدمتتون عرض میکنم نیاز به سوگند ندارم، اما میخوام اون حس منو بگیرید شما. این قسم قسم برای این نیست که چه تاکید، میخوام حس رو بگیرید شما. مواردی بوده 10 سال پیش مثلا اتفاق افتاده، من همون موقع مثلا به خدا برگشتم گفتم خدا مثلا چه اتفاق افتاد، مثلا حکمت تو چی بود خدا؟ امروز بعد از 10 سال دارم نگاه میکنم میبینم جز خیر نبود. عده پیرمردار در نمیارم و به یقین دارم میگم جز خیر نبود اون اتفاق. اون اذیت شدن اون موقع امروز جز خیر من آثارشو نمیبینم. عجیب. اگر نبود امروز به مراتب سختی های بیشتری میافتادم. این اعتماد به خدا یا یک کلمه میگه الله اکبر تمام. اما چرا امروز 100 با 200 بار داریم میگیم الله اکبرش اثر رو ما نداره؟ زیاد داریم میگیم و بهش توجه نمی کنیم. یک دونش کافی. حالا معنی دیدین که مثلا الله اکبر نگی؟ نه بگو. حالا فکر کنو 34 بار این الله اکبر رو با هم حس بگی، چقدر هر لحظه ما نیاز به تذکر داریم. این خوبه. امیرالمومنین خطاب به محمد حنفی پسرش میفرماد که من اول ترجمهش یه بار بخونم بعد رو عربیش کلماتش جالبه حالا پیش صحبت کنم. اولی با ترجمه رو بخونم 3-4 خط. خلق نکرده است خداوند عز و جل چیزی را نیکوتر از کلام و نه چیزی را زشتر از کلام. این تیغ دو دمه. به واسطه کلام سفید شود روی ها و به واسطه کلام سیاه شود چهره ها. آب روها یعنی سیاه رو شدن. بدان که کلام در بند توست تا سخن نگفته ای و چون تکلم کردی تو در بند اویی. پس حفظ و مستور کن زبان خود را چنان چه حفظ میکنی طلا و پول خود را. همانا زبان سگ عقور است که اگر او را رها کنی زخم میزنند. یا سگ وحشی که ولش کنی زخم میزنند. چه بسا کلمه‌ای که سلب نعمت کند و کسی که لجام خود را رها کند
میکشاند او را به هر سوی، به هر سوی، به هر سوی کراهت و فضیحتی. پس از آن خلاصی ندارد در روزگار مگر با غضب خدا و ملامت مردم. خیلی این جمله جملهش باید حرف بزنیم، انقدر عجیبه، انقدر جالبه. حضرت می فرماند ما خلق الله عز و جل شیئن احسن من الکلام ولا اقبح من، نه بهتر از اون و نه قبیحتر از، نه احسن، نه حس، چیزی نداریم حسنش از کلام بیشتر باشه و چیزی هم نداریم قبیحتر و زشتر و پلشتر و پلیدتر از کلام. با کلام است که سفید روی میشی، با کلام است که سیاه روی میشی، آبروت به کلامت بستگی داره. آنالیزی که مردم نسبت به تو دارن، دریافتی که مردم نسبت به تو دارن، ادراکی نسبت به تو دارن، همینو به حرفت. دم دستی ترین چیز حرفت. واعلم ان الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، میگه تا موقعی که تکلم نکردی، حرف نزدی، تو دست توه. خیلی خوبه. فاذا تكلمت به صرت في وثاقه، اما فقط کافی حرف بزنه، از این به بعد افسار تو دست اونه، هر جا بخواد تو رو میبره. این خیلی نکته عجیبیه. نگاه کنید، ببینید، تا حرف نزدی اون تو بنده توه، وقتی حرف میزنی تو بنده اونی. وقتی ما حاکمش باشیم هر جا بخوایم خرجش میکنیم، هر جا بخوایم خرجش نمیکنیم، ملک ماست، تو مالکیت ماست. وقتی اون حاکم شد دیگه معلوم نیست کجا خرجت کنه. بازم حس نگرفتید، بریم جلوتر ماجرا بهت. ببین مکالمه دو طرف است، اصلا باب مفاعله دو طرف است، معامله، مکالمه، مکاتبه، همینا دو طرف است. خب مثل بازی شطرنجه. ببین تا حرکتی انجام ندادی تو میخوای تصمیم بگیری، اولین حرکت رو انجام دادی دیگه چیه؟ واکنش از سمت محیطه. اون 16 تا مهره داره که حالا بستگی داره کدومش بتونه حرکت بده و بسیار بسیار حالات مختلفی که میتونه کنشگری داشته باشه دیگه. این اونا هیچ کدوم دست تو نیست. حالا تو یه شطرنج محدود من مثال زدم، اینجا صحبت یه میلیارد ها میلیارد میلیارد احتمالی است که میتونه به وقوع بپیونده. ما یه آشنایی داریم بنده خدا، میگه من خودشو میگه، میگه من تخصص دارم مثلا راجب قومیت ها حرف میزنم یه جایی، بعد طرف همون جایی در میاد. خب میگم که حالا با این کار ندارم که مثل قانون مورفیه که مثلا حس همچین چیزی داری یا نه. خب نگو جو که باید تعریف می کنم، تش بپرس قبلش از طرف. خب من توصیه نمی کنم این کار بکنم، اما که عاقلانش اینه. آقا میگه مثلا ترک که نیستی، کرد که نیستی، عرب که نیستی، مثلا بلوچ که نیستی، چه میدونم آقا من فارسی که نیستی، چی که نیستی. همین که بعضی میپرسن یعنی چی؟ یعنی یه مارگزیدن. یه اتفاق افتاده. ببین شما دیگه نمیدونی محیط چه اتفاقی برات میفته، دیگه تو دست اونی، رشته تو دست اونه، خدا به دادت برسه. بعد در ادامه میفرماد که فخزن لسانک کما تخزن و ذهبک و ورقک، میگه به زبان تو فخزن، بده دست خزانه دار، سیف کن، ذخیره کن، نگهش دار، همانطور که پول تو طلا تو ذخیره میکنی. یعنی تو عین رمز آبربان که تو جار میزنی همون جوری اینو سیف کن، نگه دار. خب چرا؟ چون این صحبت ها شخصیت سازی میکنه، روحی است دیگه. طرف هم همینجوری عمل میکنه مقابلت، یه حرف میزنی، اون چه حرفی ممکنه بزنه؟ احتماله اومدیم خوشش اومد، اومدیم خوشش نیومد، اومدیم با دشنام پاسخ داد، اومدیم بلند شد یه دونه خمون زیر گوشت، بعد واکنش تو چیه؟ چند بار تو عمرتون گفتی ای کاش این حرفو نمیزدم؟ ببین شما تصمیم رو سپردی به تیم مقابل، یه نفرم نیستا. حالا فرض کنید تو عصری داریم زندگی میکنیم که تو یه توییت داری میزنی، اصلا نمیدونی از اسرائیلی مخاطب توه، تو سوپر حزب اللهیه. خیلی عجیبه. برای همین بعضی میگن چرا واکنش فلانی نشون نمیده، چون میدونی این واکنش تو هست، اما واکنش تو در نوع خودش باز یه کنشه، چون واکنش ادامه دار خواهد بود. اصلا بعضی ما یه حرفی به تو میزنم، اما بهتر تو جواب ندی.
اینجا یه دو تا ضربه میخوری، اما جواب که بدی یه دو تا ضربه قبلا خورده بودی، چهار تا دیگه هم بهت میزنه. خیلی اصلا از هم دهن به دهن شدن با شما دنبال کسب شهرتن برای خودشون، جوابشون ندید. این مرحوم طیب حاج رضایی میگن که یه روز یه نفر یه متلک انداخته بود و اینا، گفته نمیزن یکی از نوام میزش، گفته حالا مثلا میزن تیکه پارش میکنه میکشش، گفته برو بکارت. چرا چی شد الان؟ این الان فقط کافیه بچه این فلانی چین میره واسه خود از فردا لات محل میشه. میگن کیه؟ میگن این کسی که رفت مثلا به فلان کس متلک انداخت. او چه آدم گنده. یا مثلا حالا میگیری طرف زیر چکلغت هم میگیری، 10 تا تو میزنی یه دونه اون میزنه دیگه. میگن این کیه؟ این همون که یه مشت زد با فلانی. خب گفت رفت طرف خواست معروف بشه، رفت ادرار کرد آب زمزم، از فردا کل شهر میشناختنش. زمزم صفای وجودی خودتون رو بعضی موقع با ارتباط با آلوده ها خراب نکنید. یه حرفی زد بگذارید، برای خودتون خوبه. حالا اینا تو این دنیا آبروت میره، اون دنیا یهویی میبینی یا خدا جلو تو گرفته، مثلا 50,000 نفر شاکی هن حقشونو میخوان، 50,000 نفر میخواد دست اینا در بره. میتونی سر صراط خیرتو گرفتن چی شده؟ این حرفی که زدی مثلا به ما برخورده، اگه برخوردن به حق بوده باشه بیچاره ای. اونجاست که مثلا لاک پشته که میگفت لعنت به اون دهانی که بی خودی باز بشه، خب اول آخر خودت لعنت میکنی، اما هیچ فایده هم نداره، هیچ حسنی هم نداره، نمیتونی برگردی هیچ کدوم. تو همین برنامه های تلویزیون نشون میدهیم زندگی پس از زندگی، چند تاشون دیدید که میگه که من دم اونجا یه حرفی زدم این دلو شکوندم، دو طرف راضی نبود، ولم نمیکرد، دار و ندار تو میگیرن. حالا ببین چی داریم ما که مثلا بخواد ذخیره اعمالمون باشه، یه مثلا 1,000,000 نفر ریختن جو، 80,000,000 آدم ریختن رو سرمون. خیلی ها الان ما خبر نداریم، هممون نابودیم. یعنی حداقل هر چه زودتر تصمیم بگیریم. این تصمیم به اینو بدونید، این تصمیم به جبران خداوند متعال یه جوری دیگه با تو میکنه، شرایط رو برات میگه. یه نکته در مورد حق الناس بهتون میگم، نکته ظریفیه، اینکه خداوند متعال بعضی موقعا چون خدا نعم الوکیله، نعم المولا و نعم النصیره، خودش بعضی موقعا دنبال صاف کردن حق الناستونه. یعنی شرایطی فراهم میکنه که حق الناستون صاف بشه، مثل کاری که حضرات معصومین میکنن در حق شیعیانشون، اینجا خدا در حق بنده هاش این کار انجام میده. یعنی یه لطفی به یه بنده ای رو منوط به بخشش میکنه که بقیه بنده ها باشه. پس بهترین توصیه من برای شما اینه که ببخشید، همه چی ببخشید، به خدا با ما این مدلی برخورد کن، ما با ما این شکلی برخورد کن. ببین من خودم همه رو بخشیدم، مثلا خدا تو هم ببخش ما رو. اینجوری رفتار کن که خدا شرایط فراهم کنه. این خیلی فرق میکنه که اینجا خدا مولا و نصیر تو باشه، یارگر تو باشه، وکیلت باشه یا نه وکیل طرف مقابل باشه، یا نه دشمنت باشه، تو عدو الله باشی. مثلا هیچ خیلی بیچاره دیگه، ولا یوم کنال فرار من حکومتی، اصلا نمیتونی فرار کنی. خدا کسی اگه با دشمنی بکنه را در راه هم نگه نداره ها، دست خودش کلا. فان اللسان کلب و عقور، زبان مثل سگ درنده است، برش کنی دیگه معلومه کیو بدره. پس نگهش داره، زنجیر داشته باشه. من واقعا میشناسم خانواده هایی که الان سله ارحام قطع شده به خاطر حرف خدا گواه. تمام گناه ها گردن اون کسایی که مکالمه رو انجام داد، اونی که گفته و اونی کسی که قطع نکرده، هر دو درگیرن. اینو بدونید. اون دنیا هم میگن خب تو میتونستی جلوشو بگیری، چرا تو یه چیزی گفتی، یه دونه این گفت، یه دونه مثل پینگ پونگ همینجوری با هم دیگه فوش دادن، بعد یه جوری خراب کردن که طرف هرچی فکر میکنه میگه بابا دیگه. یعنی بعضی از این زن و شوهرایی که به طلاق میرسن میشه ما میگن که میگن پرده های حیا بین ما دریده شده دیگه، دیگه قابل ترمیم نیست. یادتون روایت چی فرمود امیرالمومنین؟ میگه کسی که کسر کلامه او کسر خطا او، کسی میشه خطا، وقتی کسر خطا او قل حیا، حیاش کم میشه، همین میشه دیگه، پرده های حیا دریده شد دیگه، نمیشه این کار کرد. در تمام اینا ببین سری ارهام انقدر مهمه
که عمر من و شما به اون بستگی داره. اصلا عجیب غریبه، من واقعا خودم یعنی یک جایی برام سواله این حد از تأکید بر صله رحم در روایت ما برای چی؟ میبینی رابطه والدین با فرزند قطع شده، کم رنگ شده، چی شده؟ بین عروس و مادر شوهر یه حرفی رد و بدل شده. اینا اون دنیا باید جواب بدن. بچه ای که مثلا توی خانواده بزرگ شد که توش این دعوا این حرفا رد و بدل شد، اون یه نوع دیگه تربیت خواهد داشت. اصلا بچه نوه ای که مثلا با پدر بزرگ مادر بزرگ نچرخید، به خاطر چی؟ به خاطر خدمت شما عرض کنم تربیت نسلی انتقال پیدا نکنه، به خاطر این اختلافه، اون یه جور دیگه بزرگ میشه. همون بچه خود سر صراط خرتو میگیره. یعنی اگر بفهمید تو اون و اصلا اینو ول کن، اصلا برو رو دفترش مثلا اون و بدونی چی در انتظار من و شماست، اصلا یعنی ثانیه‌ای تردید نمی‌کنن در عکس این کار رو انجام دادن. این خیلی وحشتناک. خدا چهار تا بعد ادامه فرمود رب کلمت سلبت نعمتن، چه بسیار حرف‌هایی، کلمه‌ای، جمله‌ای که نعمتی رو خوشگون ازت گرفتن. یک نعمت رو ازت میگیرن فقط به خاطر یه حرف، خود یه جمله، یه دل شکستن. یه جا دل پدر مادر یه چیزی میگی میشکنی، بعد شانس میاری که پدر مادر مثل خدان نعوذ بالله اهل بخشش هم میبخشن، بچه‌شون رو دوست دارن. خب بعضی موقع یه چیزی میگی، مخصوصا پدرها خیلی خطرناکترن ها، چون مادر رقیق القلب سری میبخشه، یه چی تو ته دلش میمونه، ذهن دیگه هر لحظه یادش میفته دچار رنجش میشه. زبانا میگه بخشیدم ها، اما ته دلش هنو چیه؟ ناراحت. این سلب توفیق ازت میکنه، میگه آقا کارم گیر افتاده، نمیدونم همش گوشمو میدوزن، نمیدونم چیکار کردن، بدهی بالا سر بدهی، نمیدونم چی. برو ببین یه جایی یه چیزی داری دیگه، یه قصه ای داری احتمالا. خیلی وقت از خودم میپرسم، میگم که برید اول پدر مادرتون بپرسید، میگه راضی از من یا نه، میگه یکم ور بیاد باشون انقدر راحت نه، یعنی بگید که نه کجا همه، یا میگه حالا اون روز اومده بودم خونتون مثلا نون و اینجوری اول گذاشتی جلو این جلو من نذاشتی، به دلم اومده. عجیبه، سختم هست، خیلی سخته، قبول دارم سخت، اصلا باید با همین سختی بسازی که بهش اجر میدن دیگه. دقیقا میگه ان اعبد الله، دیدی چون میگه خدا رو بپرسید و بالوالدین احسانا. برای اینه دیگه، بعد شما مثلا موجب سلب مناع للخیر بشی، کاری بکنی که رابطه یه فرزندی با خانوادش قطع شه. میگه ریشش چیه؟ میگه اون حرفی که اون موقع زد، میدونی باید جواب بدی، میخواست نزنی اون زد، باشه تو متوقفش میکردی، تسری نمیدادی. نه بعضی حرفشون چیز دیگه است، واقعیت ها. من اومدم اینجا حرف دیپلماتیک نزنم، میخوام چوب وردارم، بعضی چیزها رو باید چوب زد. آره از خدات بود این جنگه در بگیره، این حرف رد و بدل شه که پاشون بریده شه. آره بینی بین الله، به ته دلت رجوع کن ببین هست یا نه، اون دونه با جواب بدی که پاشون بریده شه. گفتی برم این دعواها رو درست بکنم، از قضا برم گیر بدم، دو تا اون میگه سه تا من میگم، حداقل 3-4 سال راحتم، قیافه نحسشون رو نمیبینم، نمیدونم فلان نمیکنم. اینا خیلی تو خانواده اتفاق میفته. الانم نمیخوام، من دارم بیشتر بعض از خیلی از عزیزان زن و شوهر با هم صحبت منو گوش میکنن، الان برگردید به هم دیگه بگید با تو ها، دیدی با تو ها. این خیلی این هم از هم مزخرفاتیه که جاری میشه بر زبون. این حماقت ها رو بذارید کنار، بذاریم کنار. من نمیدونم به چه زبونی بگم که آقا راجع به یه ابدیت دارم صحبت میکنم. چجوری بگم یه خورده بترسیم. ول نمیکنن ها، بچت ولت نمیکنه، ننه بابات نمیشناسن تو، یوم یفر المرء من اخی، داداشت نمیشناسد تو، زن تو نمیشناسی، شوهر تو نمیشناسی، بچت و بنی بچت تو نمیشناسی، صاحبت ای نمیشناسی ها، از ما گفتن. خب چرا میخوای انان خودتو بدی دست کسی که میخواد نبخشدت؟ خدا میفرماد این نسبت اون بر کات میشه ها، نسبت های دیگه وجود داره که حول ولایت الله ولایت اهل بیت بود. بله هوا همه دارم شفاعت هم تازه میکنن، ببین چقدر فرق میکنه. ولی ممکن تو با برادرت حول اون
ولایت امیرالمومنین هم اون یه بحث دیگه است. این قطع میشه برادر دینیته، دست تو میگیره، حتی منجلاب میکشندت بیرون، ریش گیرو میذاره جلو خدا. حول این باید سازگار تو بسازی، باید بیای یه کاری کنی که فردا این بچه این اثرات داره. یه دقت بکنید، اینا میلیارد 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 حالات میشه، خب که اصلا از ذهن ما هیچ ابر کامپیوتری تو هستی نمیتونه رو محاسبه کنه، نه الان و نه در آینده. خب چون ما آثار اینا برای همین باید روز محشر همه اینا با هم محشور بشن تا بتونن حساب کتاب کنن. چرا؟ چون مثلا ما اینجا حق کسی که حق امیرالمومنین غصب کرد، ما خودمون خیرش رو میگیریم اونور، بدونید ها، ما خودمون اون دنیا داد و بیداد را میندازیم، میگیم که این بلاها سر ما اومد برای اینکه این نذاشه امیرالمومنین به خلافت برسه. اینا خیلی مهمه. بعد شما اونجا یه مثلا میبینی آقا 50 میلیون شاکی داری، یا آقا بعضی اینو نمیشناسی، بعضیشون 500 سال بعد تو به دنیا اومدن، میگی خود اینو کیان اصلا، اینو نمیشناسم. اینا داشته باشه در روایت داریم، اون پدر مادری که براتون گفتم، پدر مادری که دو تا بچه‌ای که حضرت موسی و حضرت یوشع مجبور شدن، مأمور شد حضرت خضر ببخشید، مأمور شدن که اون دیوار رو درست کنن که اون گنجشون لو نره، کان ابوهما صالحن، میگه باباشون، بابا این دو تا بچه آدم صالحی بود. در روایات داریم 7 تا، تازه این 7 تا بعضی من میگم 9، یعنی چون نقطه نداشته، 7 و 9 خطشون نقطه نداشته، 9 جد بالاترش بوده، خدا میگه باید براش حفظ کنی. اون بر همین جوریه تا 1000 نسل میمونه، اثرش میمونه. در ادامه میفرماد که پس چی؟ یه کلمه میگی، یه جمله میگی، دو تا خانواده در میندازی به جون هم. من سیب عذاره قاده الى کل کریهت و فضیه. وقتی لجامت هم ول کردی که دیگه هیچی، کریهت میکنه به فضاحت، به گن میکشه قیافتو، یه کاری میکنه اصلا مردم با انگوش نشونت بدن تو خیابون، من تو دنبال این که آبرو خودتو ببر، خون حرف نزن، بسنج خودتو، بذار جای طرف مقابل، بگو این چه برداشتی از جمله من میشه، از صحبت من میشه. وقتی فضیح شدی حالا چه اتفاقی میفته؟ مردم دیگه حرف حسابت هم قبول ندارن. حرف حساب هم میزنی یا دیگه گوش نمیکنن. یه جمله درست ممکن توی یه کتاب مزخرفی باشه، میگه از کدوم کتاب داری؟ میگه از اون کتاب. میگه بابا ولمون کن دروغ. دقت کردید؟ یه کتاب، کتابی که مجموعه کتاب جوندار و وزینیه مثل اصول کافی، میگه این روایت، میگه از اصول دارم نقد میکنم، ممکن اصلا اون یه دونه روایت در اصول کافی سند ضعیف باشه، اما میگه از اصول دارم نقلش میکنم. میبینید اصلا تو اون کانتکستی که تو رو تحلیل میکنن، مثل اینکه شما مثلا فرض بکنید یه آدم لوده ای که مثلا یه حرف حساب هم بزنه، کسی جدی نمیگیره، فکر میکنه اونم شوخیه. شما شخصیتت ساخته میشه. ثم لم يخلص من دهره الا على مقت من الله و ذم الناس. بعد نتیجه این حرف چی میشه؟ آخر روایت خیلی جالبه، میگه هم مقت من الله، هم دچار خشم خدا میشی، هم ذم الناس، هم مذمت مردم، نه دنیا داری نه آخرت دیگه، مردم که مذمتت میکنن، خدا هم که دچار خشم و غضب و سخط الهی شدی. و چه برای چی این حرفو زدی؟ خب نه خیر دنیا دیدی نه آخره. یه نفر سوالی توی دنیا اشغالی میکنه، خب اون برای الان میخوام بزنم پدرشو در بیارم، تو اینجا نه این دنیا برای نمونه نه اون دنیا، چرا این کارو پس انجام میدی؟ رو چه حسابی؟ با چه عقلی؟ میبینید چقدر وحشتناکه؟ همه اینا نتیجه اینه که ما عادت کردیم با اون دوپامین لامصب که جایزه بگیریم بابت حرف زدن. شروع کنیم، ببین تمرین کنیم، مثلا با خودم میگیم دو ساعت شروع کنیم، سعی کنیم جز به ضرورت حرف نزنیم، نه که بریم مثلا رفتی مهمونی همون دو ساعت همونجا تصمیم گرفتی موجب باز مثلا بدگمانی بشه و فلان، و امروز مثلا طرف باد داره با ما اون مثلا ناراحته و اینجوری، نه ها، شروع کنیم حرف زدن، اما اندازه، زیاده گویی نکنیم، آرام 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 عادت کنیم. ببین معمولا 6 هفته عادت در ما شکل میگیره، 6 هفته 42 تا تقریبا هم چله خودمون میشه. مثلا ماه مبارک الان 12 روزش گذشته، خب 20 روزش مونده، 20 روزش الان، 20 روزم بعدش، چون تو این ماه رمضان راحت تر این کار رو انجام میدی، شرایط فراهم تره. خب بگی مثلا من کمتر صحبت میکنم، واقعا من خدمت شما عرض بکنم که من حج که رفته بودی، من واقعا اثرش تو هم 45 روزی که اونجا بودی من خودم دیدم،
برگشته بودم مثلا من واقعا کم صحبت شده بودم. یعنی باید اونو حفظ کنی، آرام آرام حفظش بکنی، اون خیلی ارزشمنده. دیدید مثلا طرف از این بچه های فک و فامیل اینا رو میبینیشون مثلا دو سه ساله ندیدیشون، مثلا میبینی که بزرگ شده، عاقل شده، موقر شده، کم حرف میزنه، چرت و پرت نمیگه، یه گوشه میشینه، شیطنت نمیکنه، میبینی قشنگ تو چشم میاد ماشاءالله آقا شده، ماشاءالله خانومی شده برای خودش. یعنی چی؟ از کجا از کنشگری ها اصلا اینو میفهمی دیگه. خب یاد همین جوری بشه، وقار و آرامش در ما برگرده، مثل گنجشک. بعضی مثل گنجشک موقع حرف زدن، بعضی مثل عقابن، بالم نمیزنن، چه آروم دارن حرکت، لازمه دو تا بالم میزنن، اما این شاخه به اون شاخه میپرن فلان، این خب این فاجعه است. و این عادت کردی، حرفت که اینجوری شد، فکرت یعنی اینجوریه، حرفت اینجوری میشه، عملت هم همینجوریه. از این شاخه به اون شاخه میپرن، درست نمیدن اینجا سرمایه گذاری کنن، دنبال شغل خوب نمیتونن بگردن، هر روز با زن و بچه دعوا، با همکار دعوا، اصلا این روحیه این آدم میشه. اما آدمی که آرامش داره تو انتخاباش دقت میکنه، کسی که تو انتخاب کلام دقت میکنه، دم دستی ترین چیز، چیزی که دور دست تره، خب به طریق اولا تو انتخاب اونا از دسترس دوره، به طریق اولا تو انتخاب اونا دقت بیشتری میکنه، اینکه دم دستش رو درست انتخاب میکنه. مثل آدم هایی هستن که مثلا دیدید همه چیشون منظمه، مثلا با خونم هم از ما میگیم چه عجب حوصله‌ای دارن این آدم ها. حالا فکر کنید بخواد یه تشکیلاتی بسازه، یه شبکه‌ای بسازه، معلومه دقت بیشتری میکنه. بخواد یه خونه‌ای بسازه، معلومه دقت بیشتری میکنه. یه چیز رو ما همینجوری پرت میکنیم، کتابی رو روی میز میبینین میگذاره، پرت نمیکنه. این روحیه است، میفهمید؟ این روحیه است. این حرف رو هم میگذارد، پرت نمیکند، به جاش می نشاند، پرت نمی کند، کم حرف می زند، دقیق حرف می زند. بعد اینو همین روحیه رو تو خلقیات دیگه‌ش هم می‌بینی. خب برای این جلسه بس دیگه، فکر می‌کنم دیگه خسته بشید. این نکاتی گفتم حالا فکر کنید دیگه. انشالله خدا من همه ما شما رو از مسببان اصلی و خیر در زور حضرت ولی از قرار بده. انشالله این ایام به کامتون باشه، هم شیرینی عبادت و هم شیرینی نوروز فرخنده باشه انشالله بر همه شما عزیزان. یا علی.